به نام خدا. دوستای عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه، نماز روزاتون قبول باشه، خسته درساتون نباشین انشالله. من سلیمی هستم، دبیر درس حسابان کنکور، و این جلسه هم که با انگاری جلسه تشریحی درس حسابان یک در خدمتون. به هر حال با همه سختی هایی که این سال تحصیلی داشت، با همه آنلاین بودناش، با همه شرایط بدی که داشت، دیگه روزای آخرش رو داره سپری میکنه. انشالله که استفاده کافی رو برده باشین و انشالله که حالا در نبود اون امکاناتی که از قبل بود، شرایط حضوری و اینا، یه مقداری به هر حال حواستون به خودتون بوده باشه و درس ها رو به خوبی تا اینجا سپری کرده باشین. خب این جلسه بچه ها میخواییم یک جنبندی خیلی خیلی خوب از درس مثلثات، یه فصل خیلی مهم، میخوایم یه تایم خیلی خوب امروز روی این درسه بذاریم. از اونجایی که به هر حال میدونم شاید تو کلاس آنلاین فرصت این نبوده که کامل گفته بشه، و یکی از مباحث خیلی مهمی هم هست که شما سال بعد درگیرش میشین و خب حالا امسال هم درسش رو داشتین. این جلسه میخوایم درس مثلثات رو به طور کامل از همون اول توضیح بدیم و حالا ببینیم به فصل بعدی میرسیم یا نه، ولی تمام هدف واسه این دو ساعت امروز اینه که فصل مثلثات رو انشالله با هم دیگه کار کنیم. حالا ادامه نیم سال دوم رو هم انشالله جلسه بعدش با هم دیگه بررسی میکنیم. خب اگه سوالی ندارن دوستان که شروع کنیم. اگه صدای من داری عدد یک رو بزنین. آقای اسدی، آقای سالمی، خانم سردار، آقای احمدیان، واحد احمدیان، دوستان مرسی مرسی. خب با همین تایید و عدم تاییداتونم انگاری جلو بریم که من دیگه متوجه بشم که درس رو کامل متوجه شدین. بچه ها قسمت اول فصل مثلثاتمون با مفهوم یک زاویه جدید به عنوان رادیان انگاری آشنا شدین و به این صورت هم بوده. من یه توضیح مختصری از همهشون میدیم، میریم سر وقت حل سوالات. ببینیم بچه ها تو دایره مثلثاتی اگه ما بیایم یک زاویه رو جدا کنیم به این صورت، تو دایره مثلثاتی یک زاویه جدا کنیم، یا اصلا توی هر دایره، لزوما دایره مثلثاتی نباشه، که اندازه اون شعاع اون دایره با اندازه کمان روبروش برابر باشه، اندازه شعاع دایره با کمان روبروش برابر باشه، اینجا یک زاویه‌ای به ما میده که به این زاویه میگیم زاویه یک رادیان. پس ما الان یک واحد جدید داریم، واحد رادیان، که به این صورت هم تعریف میشه. تو هر دایره ای که شعاع و کمان روبرو به اون برابر باشه، اون زاویه رو میگین یک رادیان، که تقریبا بر حسب درجه برابر میشه با 57.3 درجه. خب و همونجور که مثلا زاویه 1/360 دایره بود یک درجه، خب یک درجه بود 1/360، اینجا میگیم هر رادیان اینجوری تعریف میشه. خب حالا اگه ما بیایم این رادیان ها رو کنار همدیگه به این صورت قرار بدیم، برای اینکه به یک دور دایره برسیم، یک دور دایره میشه 2π رادیان. ببین تقریبا هم الان اگه بخوایم به صورت درجه بنویسیم درست میشه، 2 ضرب در تقریبا اگه حساب کنیم به این صورت. من الان گفتم که هر رادیانی تقریبا 57 درجه است، پس 2 ضرب در 3.4 ضرب در 57 درجه. اینو اگه تقریبا بشینین حسابش کنیم، متوجه میشین که اون 360 درجه رو ما داریم. خب پس به این صورت. حالا نگاه کن، برای اینکه ارتباطی هم اینجا بینشون فعلا ببینیم، ما میگیم توی یک دور دایره که از صفر شروع میشه و یک دور میزنیم به 360 درجه میرسیم، این واحد توی رادیان به این صورته، یک دور دایره برابر میشه با 2π رادیان، که حالا بیشترش رو جلوتر توضیح میدم. فقط میخواستم بدونی که ما یک واحد رادیان اینجا داریم که تقریبا 57 درجه است. خب حالا نیا کن، یک خاصیت دیگه که باز توی دایره ها وجود داره اینه که اصلا دلیل اون تعریف زاویه رادیان به این صورته، میگه که مثلا شما اگه یک دایره داشته باشین که شعاعش برابر با مثلا 3 متر باشه و زاویه اینجا، مثلا این تتا اینجا باشه، مثلا فرض کنین 1.5 رادیان، میگه اگه زاویه شما بر حسب رادیان باشه، شما طول این کمان روبروش رو میتونین حساب کنین به این صورت که
این رابطه توش برقرار میشه. میگه اگه این آر در نظر بگیرین و اینم یک زاویه ای بر حسب رادیان، طول کمان روبروش اینجوری به دست میاد، ال مساویه با آر ضرب در تتا. پس رابطه که بین طول کمان و شعاع دایره به وجود میاد به این صورته، و حتما باید زاویه هم که اینجا به ما میده این زاویه بر حسب رادیان باشه. خب یکم جلوتر بریم اون تبدیل واحداش هم میگیم، ولی به این صورت. مثلا الان اینجا من اگه بخواستم طول کمان رو حساب کنم، ال مساوی میشه با 3 ضرب در 1.5، و من مطمئنم که این 1.5 هم میشه 1.5 رادیان. 3 ضرب در 1.5 میشه 4.5، حالا واحدش هم هر چی که میخواد باشه. فقط جا خوب دقت کنیم، واحد ال و آر باید یکی باشه. مثلا من اگه اینجا واحدم متر بوده، واحد الی هم که اینجا دارم متر میشه، پس میشه 4.5 متر. خب یه مثال حل کنیم. گفته در دایره به شعاع 20 سانتی متر، اگر طول کمان مقابل به زاویه مرکزی برابر با 50 سانتی متر باشد، پس نیا کن اومده گفته شعاعش برابر با 20 بوده، پس آر مساوی با 20 سانتی متر بوده، و کمان مقابل به زاویه مرکزیش یعنی ال مساوی با 50 سانتی متر باشه، و خوب دقت کن واحداشون باید یکی باشن، گفته اندازه این زاویه چند رادیانه. خب ما گفتیم رابطهش میشه ال مساوی با آر تتا، پس 50 مساوی میشه با 20 ضرب در تتا، و تتا از اینجا به دست میاد، 50 تقسیم بر 20 میشه 2.5 رادیان. خب این یک تعریف خیلی ساده بود، گفتیم حالا به هر حال توضیح بدیم. میریم جلوتر مثال های مختلفی رو براش حل میکنیم. خب همیشه که اینجوری نیست یه زاویه به ما بده و اون زاویه بر حسب رادیان باشه. خب و یا اصلا میخوایم یه ارتباطی بین رادیان و درجه داشته باشیم. ما اومدیم گفتیم که توی یک دور دایره بر حسب درجه 360 درجه میشه دیگه یک دورش. خب و بر حسب رادیان گفتیم یک دورش برابر با 2π میشه، پس اینم بر حسب رادیان. خب حالا بیایم یک تناسب این وسط ببندیم بچه ها. من یک زاویه اینجا بر حسب درجه میگیرم و میخوام همین زاویه رو اونور به رادیان تبدیل کنم. یک تناسب خیلی خیلی ساده، میگم که درجه به 360 مساوی میشه با آر به 2π، چون یک دور دایره نیا کن مخرجش رو 360 درجه است یا 2π رادیانه. خب حالا زاویه بر حسب درجه بذاری تو این رابطه، بر حسب رادیان میگیری. خب ما میتونیم این رابطه رو بچه یه مقداری سادش کنیم و برسیم به این رابطه اینجا، دی به 180 مساوی میشه با زاویه بر حسب رادیان به پی، دی به 180 رادیان به پی. این رابطه‌ای که بین درجه و رادیان وجود داره، حالا یه مثال براتون گذاشتم، یه سری زاویه رو اینجا تبدیل می‌کنیم به درجه و بعدم از رادیان به از یه سری از درجه به رادیان و برعکسش. خب این مثاله ببین چی میگه. میگه زاویه‌ای که بر حسب درجه اینجا نوشته شده رو به رادیان تبدیل کن. من رابطه‌شو یه بار دیگه اینجا بنویسم. گفتم درجه به 180 میشه رادیان به پی. خب این تا اینجا. من الان میخوام اینجا اینو به رادیان تبدیل کنم، میشه 60 به 180 مساوی میشه با رادیان به پی. و خب حالا از اینجا من باید آر رو پیدا کنم. نیا کن میشه آر ضرب در 180 مساوی با 60 پی، و در نتیجه آر مساوی میشه با 60 پی به روی 180. حتی بچه‌ای که یه مقداری میخوان محاسبات کمتری رو اینجا برن، بچه ها خوب دقت کنین، یه فرمول خیلی سریع‌تر بگم واسه اینکه بتونین شما اینو حساب کنین، همینو ساده ترش کنین. زمانی که شما میخواین درجه رو تبدیل کنین به رادیان، همین فرموله ها، میخوای درجه رو تبدیل کنی به رادیان، ببین من بیام اینجا این پی رو بیارم قسمت بالا قرار بدم، میشه پی به 180. مثل این میمونه که من اون زاویه‌ای که بر حسب درجه داشتم رو در پی به روی 180 ضرب کنم. شما زاویه‌تون ببین چقدر راحت شد، شما زاویه‌تون رو اگه ضرب در این قسمت بکنین، درجه رو تبدیل کردیم به رادیان. من الان خیلی راحت تو همین مثال اولی میتونستم یه دونه پی به روی 180 جلوش بذارم، میشد زاویه بر حسب رادیان.
اینو الان اگه سادهش کنی میشه پی سوم. بازم میگم همین رابطه است، فقط یه طرف این وسطی. بعدی رو میخوایم تبدیل کنیم، میشه 90 ضرب در پی به 180 مساوی میشه با پی دوم. خیلی راحت. بعدی بچه، بعدی رو شما بگین. 180 رو بر اساس رادیان چی بنویسم؟ قرار شد ضرب در یه دونه پی به روی 180 کنیم، چی میشه؟ آفرین، میشه 180 ضرب در پی 180 میشه خود پی. بعدی 45 درجه چی میشه؟ ضرب در پی 180 میکنیم، جواب میشه پی 4. مرسی. پی 4 دیگه نه؟ آره. خیلی خب، پس این فرمول یادتون باشه برای تبدیل درجه به رادیان. تشریح تستیش هم فرق نمیکنه، کار عجیب و غریبی که انجام ندادیم، ضرب در پی 180 مش کردیم. خب این از این. خیلی راحت میتونید رابطه هاشو به دست بیارید. مثلا یکی دیگه بچه ها، مثلا بگین 210 درجه رو میخوام تبدیل کنم به رادیان. چند رادیان میشه؟ سه پی دوم، نه ضرب در پی 180 اگه بکنیم. یه بار دیگه دقت کنیم، صفر با صفر خط میخوره، به یه دونه سه سادش کنیم چی میشه؟ 7 پی ششم. آفرین، درسته. خیلی خب، این از تبدیل درجه به رادیان، خیلی هم ساده بود. حالا برعکس اینو میخوایم بگیم، گفته زاویایی رو که بر حسب رادیانه به درجه تبدیل کنیم. بچه ها به نظرتون الان باید در چی ضرب کنیم؟ یه رادیان به ما بده، بعد رادیان رو در چی ضرب کنیم؟ برعکسش ها، اونجا در پی 180 ضرب کردیم، اینجا در 180 به روی پی ضرب میکنیم. تموم شد و رفت. برای اینکه اینو اشتباه نکنی بچه ها دقت کن، ما اینجا عادت کردیم که رادیانمون جلوش پی باشه، پس برای اینکه به رادیان برسی باید صورتت پی باشه، پایینی. نگاه کن، من میخوام رادیانو به درجه تبدیل کنم، برای اینکه به درجه برسیم باید صورتمون 180 باشه، باید درجه باشه، باید صورت درجه باشه. خب پس اینو حواست باشه، پس اینو ضرب در 180 پیوم میکنیم. پس ببین اینجا این زاویه تبدیل میشه به 1.5 ضرب در 180 به روی پی. خب اینو میشه ساده ترش کرد، این 3/2 میشه 270 به روی پی، ضرب در 3/2 میشه. بعدی 2π/5 رو میخوام تبدیل کنم، میشه 2π/5 ضرب در 180 پیوم. و الان اگه از اینجا دقت کنیم، پی با پی خط میخوره و خیلی راحت جواب میشه 360 به روی 5، یا میشه اگه ساده ترش کنین میشه 72 درجه. به همین راحتی. بریم برای بعدی. بعدی رو شما جواب بدین. بچه ها پی نهم رو اگه بخوام بر اساس درجه بنویسم چند درجه میشه؟ پی نهم میخوام به درجه تبدیل کنم، فقط در این عدد ضربش میکنی، 20 درجه میشه. مرسی. پی نهم ضرب در 180 پیوم. 180 نهم هم که برابر با 20 درجه میشه، کاملا درسته و فکر میکنم دیگه مشکلی هم نباشه. پس اینم ضرب میکنیم در 180 پیوم که میشه درجه. خب تا اینجا که سوالی نیست، اینا مفاهیم خیلی ابتداییش بودن که باید بلد باشین. بریم قسمت بعدی، سوال باحال حل کنیم. خوب دقت کن، گفته که در شکل مقابل دو تا قرقره با شعاعهای 8 و 14 سانتی متر توسط یک تسمه و هم دیگه متصل شدن. بعد گفته که اگه قرقره بزرگتر 5 پی ششم رادیان دوران کنه، قرقره کوچیکتر چند رادیان و چند درجه میچرخ. خوب اینجا رو دقت کن، میخوایم این مثال رو با هم دیگه به یه نتیجه برسیم و یه فرمول خیلی راحت ازش پیدا کنیم. دو تا دایره با شعاع مختلف داریم،
بچه ها نیا کنین، وقتی شعاهای اینا مختلفه زاویه چرخش متفاوتی هم دارن. خب مسلمه که وقتی مثلا فرض کنین این مثلا 20 درجه به چرخه، این کوچیکه باید خیلی بیشتر به چرخه. خب چون به هر حال شعاع کمتری داره، هرچی شعاع کمتر باشه چرخش بیشتری داره. خب ما الان برای اینکه بتونیم این دوتا رو به هم دیگه ربط بدیم، باید یه ویژگی مشترک توشون پیدا کنیم. به نظر شما ویژگی مشترک این دوتا چیه؟ مثلا وقتی اینو میچرخونم با این چه ارتباطی برقرار میکنه؟ شعاع مشترک که ندارن، زاویه چرخش مشترک هم که ندارن، پس چی تو این دوتا مشترکه؟ چی گفتیم؟ رادیانش مشترکه. خب نه، مثلا ببینی اگه این دو رادیان به چرخه اون کمتر میچرخه، زاویه چرخش منظور همون رادیانه. بچه ها یه تسمه انداختیم دور اینا، خوب دقت کنین، یه تسمه دور ایناست. اگه اون تسمه اینقدر به چرخه، یعنی اون مسافتی که رو تسمه اینا طی میکنن، آیا قبول داریم با این مسافت اینجا برابره یا نه؟ اون طوله تو دوتاشون مشترکه. یه مثال دیگه براتون بزنم بچه ها، دقت کنیم. یه سری دوچرخه ها بوده، این مدلی بودن. حالا اگه تو عکس ها نگاه کنی، تو تصویر یه همچین دوچرخه هایی بوده که چرخ عقبشون کوچیکتر بوده یا به این صورت بوده. خب اینا نگاه کن، الان ما میدونیم شعاع اینا با هم دیگه فرق میکنه. خب زاویه چرخششون هم با هم دیگه فرق، مثلا این دو دور به چرخه شاید این پنج دور به چرخه، یعنی به این صورته. ولی یه چیز مشترک اینا دارن، روی زمین اگه این اینقدر مسافت رو طی کنه، اون چرخ بزرگ هم همینقدر رو طی میکنه، یعنی ال این دوتا مشترکه. پس روی این تصمیم هم که دوتا غرغره قرار گرفتن، بازم اینجا میگیم که L1 این با L2 این برابره. خب پس مسافتی رو که طی میکنن برابر میشه. خب حالا اینجا رو خوب دقت کن، من دارم میگم L1 مساویه با L2 شده. یه رابطه اون بالا گفتیم تو اسلاید قبلی، باز بیارم ببینین، گفتیم L مساویه با R تتا، رابطه ای که بین شعاع اون زاویه و کمانی که به وجود می اومد رو ما قبلا گفته بودیم، یعنی داشتیم L مساویه با R تتا، اینو داشته باشه. اینجا من دارم میگم L1 L2 با هم برابرن. خب L1 تشکیل شده از یه دونه تتا 1 با یه دونه R1 و تتا 1، پس میشه R1 تتا 1 به همین صورت R2 تتا 2، درسته؟ چون الاشون با هم برابرن، R1 تتا 1 مساوی میشه با R2 تتا 2. این رابطه خیلی رابطه مهمیه. حالا میخوایم از این رابطه استفاده کنیم، خوب دقت کنیم. تو این سوال یه بار دیگه بخونیم، گفته دو تا غرغره رو به شعاهای 8 و 14 تو تصویر میبینین توسط یک تسمه به هم دیگه وصل کردیم. گفته که اگه غرغره بزرگتر، یعنی زاویه این بزرگه، مثلا اینو بذاریم تتا 2، اگر این تتا 2 باشه 5 پیش 6، گفته که زاویه غرغره کوچیک چی میشه؟ کاری نداره، میشه 8 ضرب در تتا 1 14 ضرب در تتا 2. از این فرموله الان تتا 2 رو داریم، تتا 1 رو به دست میاریم، میشه 8 ضرب در تتا 1 مساوی با 14 ضرب در 5π6. حالا یکی باید اینو حساب کنه، سادهش کنه، تتا 1 رو به دست بیاره. تا اینجا متوجه شدین؟ اگه کسی سوالی داره بپرسه. خیلی خوب، یه دونه مثال دیگه هم از این حل میکنیم. این دو چرخه خوب شد، یه دونه دیگه هم بکشیم واسش. بذار همون دو چرخه رو داشته باش. خب میگه یه دو چرخه داریم که چرخ عقبش مثلا فرض کنیم شعاعش 10 سانتی متر باشه، اینو بذاریم R1، اینو بذاریم R2. R1 شعاعش باشه 10 سانتی متر،
و R2 شعاعش باشه 20 سانتی متر. خب بچه ها دقت کنین، میگه که اگر زاویه چرخ بزرگتر مثلا 60 درجه باشد، زاویه چرخ کوچیکتر. این چقدر میشه؟ سریع حساب کنین. یه جواب خیلی ساده داره. میگه اگه بزرگه 60 درجه به چرخه، کوچیکه چند درجه میچرخه؟ دو پی سوم. آفرین، بر حسب رادیان هم گفتید. لزومی هم نداشت بر حسب رادیان، ولی عالی بود، مرسی. آره دو پی سوم درسته. و بچه دقت کنید توی این فرمول آر یک تتا یک و آر دو تتا دو زاویه هاتون فقط یکی باشن، یعنی لزومی نداره حتما رادیانش کنین. خب نگاه کن، میگیم آر یک تتا یک مساویه با آر دو تتا دو. خب آر یکمون که بوده 10 در تتا یکی که نداریم، مساویه با آر دومون بوده 20 در، از اینجا هم اگه دقت کنین تتا دو رو داده بودم 60 درجه، نمیخواد تبدیلش کنین، چه کاریه؟ میشه 20 ضرب در 60، از اینجا تتامون به دست میاد 120 درجه. یا آقای واحد احمدیان اومده گفته که اینو تبدیل میکنیم به رادیان. خب به رادیان اگه اینو بخوایم تبدیل کنیم، همونجوری که گفتم اینو ضرب میکنیم در پی 180 و در این اگه ضرب بشه میشه 2 پی سوم. حالا این رادیانش، اینم که درجهش به این صورته. خب ببینین اگه سوالی هست جواب بدیم، اگه نه که بریم جلوتر. آقای اسدی، آقای سالمی، خانم سردار، آقای احمدیان، بچه ها اگه سوالی هست بفرمایید. خواهش میکنم. خب بریم جلوتر، هر جام تند بود بگین وایسیم سوال بیشتری حل کنیم. ما میخوام کامل این فصل مثلثات رو یاد بگیرین، خیلی فصل مهمیه. خب قسمت بعدی بچه ها خوب دقت کنین، ما اگه بیایم توی هر دایره ای، حالا اونجا شکلش هست ولی من این شکل بزرگتر بکشم، یه کمانی بزنیم و یه قسمتی رو جدا کنیم، مثل اینجا. ببین این قسمتی رو که اومدیم از اینجا جدا کردیم، اینجا رو خوب دقت کن، به این قسمت جدا شده مثلا یه تیکه از پیتزا میشه دیگه، این قسمتی که جدا شده به این قسمت توی ریاضی، یعنی به این توی دایره، به این قسمت میگیم یک قطاع، یک قطاع یا یک قسمت از دایره رو به این صورت ما جدا کردیم. خوب دقت کن. خب حالا اگه ما بخوایم مساحت این قطاع یا این قسمت از دایره رو حساب کنیم به این صورته. ببین این قسمت یک سهمی از این دایره رو شامل میشه، درسته؟ حالا اون سهمه چقدره؟ اون سهمه میشه این زاویه اینجا تقسیم بر یک دور دایره. مثلا من اگه بخوام مساحت اینو حساب کنم، میگم تتا تقسیم بر 360 ضرب در مساحت دایره، یعنی مساحت هر قطعی که ما بخوایم حساب کنیم میشه تتا بر روی 360. حالا زمانی که تتا بر حسب درجه باشه، اگه تتا بر حسب رادیان باشه میشه تتا بر حسب رادیان تقسیم بر 2 پی ضرب در مساحت دایره، که خب مساحت دایره هم که بوده پی آر 2. خب حالا مثال داریم جلوتر، پس این فرمول داشته باشیم، یک سهمی میشه از مساحت دایره. مثلا اگه این زاویه باشه مثلا 90 درجه، میگیم مساحت این قطاع میشه S مساویه با 90 به روی 360 در پی آر 2. یا مثلا اگه زاویه اینجوری باشه، یک زاویه 2 پی سوم داشته باشیم، میشه 2 پی سوم تقسیم بر 2 پی در مساحت دایره، پس میشه یک سهمی از مساحت دایره.
خب یه مثال خیلی خیلی راحت رو با هم حل کنیم. گفته که در شکل مقابل مساحت قطاع A و B چقدر میشه. مشخصه تو تصویر این زاویه داده شده و این مساحت رو از ما میخواد. گفتیم که برای تعیین این مساحت میشه S مساوی با تتا به روی 360 ضرب در پی آر 2. پس S مساوی میشه با تتاش که اینجا بوده 80 تقسیم بر 360 ضرب در پی ضرب در 5 به توان 2 میشه. خب این از مساحت و در نهایت دیگه سادهش میکنیم دیگه. اینجا یه صفر هم با این خط میخوره، یه 4 هم که خط بزنیم میشه 2 نهم 5 به توان 2 در پی یا 50 پی نهم. این میشه مساحت این قطعی که لازم بود. خب سوالی که نیست، متوجه شدیم؟ یه مقداری دارم سریعتر میرم، خیلی دوست دارم برسیم به اون کمانهای مثلثاتی که اصل کارم همونجاست. خب میریم جلوتر، اگه سوالی نیست یک رو تایپ کنین که من برم جلو. مرسی، ممنون، مرسی. خب حالا یه شکل دیگه نیا کن. اومده گفته توی این قسمت زاویه بر حسب رادیان داده شده آلفا پی سومه توی این شکل و گفته مساحت این قسمت هاشور خورده رو حساب کنیم. خب ما میدونیم که کل این شکلی که اینجا جدا شده یه دونه قطعه، ولی از این قطعی که ما اینجا داریم یه دونه مثلث برداشته شده. اومده از این قطعه یه دونه مثلث برداشته. خب قطع منهای یک مثلث. خب حالا بچه ها دقت کنین، این مثلثه که احتمالاً یه مثلث خاص نیستش، یا اگه هستش حالا کار نداریم، یه زاویه ازش داریم، یعنی یک مثلثی داریم که اینجا پی سومه و اینم برابر با 6 بوده. یه فرمولی توی مساحت مثلث خونده بودین، اونم از مثلثات پارسال که الان یادآوری میکنم، حتی تو هندسه هم بهتون گفتن تعیین مساحت مثلث به کمک زاویه و ضلعش به این صورت میشه. حالا من اینو پاک کنم یه شکل کلی بکشم، خیلی فرمول مهمیه. ببین مثلا من این ضلعش رو دارم A، این ضلعش رو دارم B و زاویه بین این دوتا ضلع رو من دارم و میدونم که A و B بر هم عمود نیستن، یعنی یک مثلث خاص نداریم، یه مثلث کلیه. مساحت این مثلث میشه 1/2 آب در سینوس تتا، 1/2 آب و اون زاویه حتما باید زاویه بین این دوتا ضلع باشه در سینوس تتا. خب حالا بریم برای این سواله ببینیم چی میشه. ببین برای مساحت قطاعش که خیلی روشنه، گفتیم زاویه حالا اینجا بر حسب رادیانه پی سوم تقسیم بر دو پی ضرب در، خب مساحت این دایره رو اگه ما بخوایم حساب کنیم شعاع 6 بوده، میشه پی ضرب در 6 به توان 2. خب این پی ها که خط میخورن، این 6 هم که میاد پایین میشه 1/6 ضرب در پی ضرب در 6 به توان 2. یه 6 هم که خط میخوره کلن میشه 6 پی. این میشه مساحت قطعی که ما اینجا میخواستیم 6. حالا اگه بخوایم از اینجا مساحت مثلث رو حساب کنیم، من الان نکتهشو بهتون گفتم، گفتم اگه یه مثلث داشته باشیم این زاویهشو خودش داده پی سوم، خب اینم که 6 بوده و چون اینجا یک دایره بوده این یکی هم میشه 6. حالا طبق این نکتهی که من گفتم مساحت اینجوری به دست میاد، مساحت مثلث میشه 1/2 ضرب دو تا ضلع 6 ضرب در 6 ضرب در سینوس زاویه بینشون. ببین سینوس پی سوم میشه سینوس پی سوم. خب حالا خیلی راحت از اینجا اینو سادهش میکنیم، این دوه با این خط میخوره میشه 3، پس تا اینجا میشه 18 تا سینوس پی سوم هم رادیکال 3/2 بوده که مساوی میشه با 9 رادیکال 3. خب این هم تا اینجا و در نهایت میشه 6 پی منهای 9 رادیکال 3. این میشه مساحت این قسمت
هاشور خورده. خب یه لحظه نگاه کنین، اگه سوالی نیست یک رو تایپ کنین بریم قسمت بعدی، هر جاش هم لازمه من دوباره توضیح بدم، هیچ عجله ای نداریم. سوالی نیست؟ مرسی. بذار ببینم به کجا رسیدیم. بچه یه نکته دیگه بگیم و یه استراحت کوتاه میدیم و باز برمیگردیم ادامه میدیم. یه شکل خیلی باحالی که وجود داره، نمیدونم تا الان برای خودتون کلاه تولد درست کردین یا نه. همونجور که میدونین کلاه تولد انگاری خب حالا یه حالت مخروطی شکل رو داره، تا الان درست کردین یا نه؟ ببین وقتی که میخوای این کلاه مخروطی شکل رو درست کنی برای خودت، کاری که میای انجام میدی، میای یه دونه دایره رسم میکنی، یه دایره جدا میکنی، یه کاغذ دایره ای، و میای یه قسمتی از اونو برش میزنی، این قسمت رو کلن برش میزنی و میذاری کنار. بذار این قسمت رو خط بزنم. این قسمت اینجا رو برش میزنی و کنار میذاری. وقتی که شما یک دایره ناقص داشته باشی، خوب نیا کن، اگه این دایره ناقص رو جمع کنی، این دوتا رو با هم دیگه برسونی، یک حالت از صفحه میزنه بیرون و یک حالت قیف شکل یا همون مخروطی شکل میشه. خب پس خوب دقت کنی، ما اگه بیایم یک دایره ناقص رو، یعنی یه قسمتی ازش جدا کنیم، یه قطعه ازش در بیاریم، اینو روی همدیگه قرار بدیم، خوب دقت کن، اینو که روی همدیگه قرار بدیم یک همچین مخروطی رو به ما میده. پس اینو به این صورت جمعش میکنیم و شکل ما میشه یک شکل مخروط. پس خوب دقت کن، باز شده هر مخروطی میشه یک دایره ناقص. خب حالا میخوایم یه ارتباطی بین این دوتا برقرار کنیم، خیلی چیز باحالی هم میشه. خوب دقت کنید بچه ها، این قسمتی که به عنوان شعاع دایره ناقص بوده که من با آر بزرگ نشون میدم، این میشه دقیقا اون بغل قیفی که شما میسازین، یعنی میشه این قسمت اینجا، یعنی این مولدی که ما اینجا برای مخروطمون داریم. خیلی راحت میتونین یه شکل هم برای خودتون جدا کنی، این آری که اینجا هست میشه این مولد مخروط. خب این رابطه که تا اینجا به وجود میاد، و خوب دقت کنی این مخروط اینجا یه شعاع کوچیک داره، من اینو با آر کوچیک نشون میدم. من وقتی که این دایره ناقص رو به هم دیگه میرسونم، خوب دقت کنی، این دایره ناقصه که به هم میرسه، این محیطی که به حال به هم دیگه داره میرسه، این محیط اینجا با محیط اینجا برابر میشه. پس من اینو بنویسم، محیط دایره ناقص مساوی میشه با محیط کف مخروط. یه رابطه هم اینجا به وجود میاد که خب حالا اینو میخوام بنویسم. ببینیم میشه 2π آر کوچیک محیط دایره مساوی با محیط کف مخروط رو من میخوام حساب کنم. ببین کف مخروط من این قسمت اینجا، این دایره ناقص، اینو اگر من بخوام حساب کنم میگم خب خودش که بوده 2πr، کلش بوده 2πr، ولی به اندازه، خوب دقت کن، به اندازه یک زاویه ازش که حالا من اینو میذارم آلفا، به اندازه این زاویه ما ازش محیط میخوایم. یه دونه آلفا به 360 هم اینجا بنویسم. پس ببین میشه آلفا به 360 ضرب در 2πr. خب حالا اینا رو برای چی گفتم؟ ببین ساده میکنیم، 2π با 2π خط میخوره و به یه رابطه خیلی مهم میرسیم، شعاع مخروط مساوی میشه با آلفا به 360 شعاع دایره ناقص. پس شعاع دایره، شعاع مخروط میشه یک ضریبی از شعاع دایره ناقص. این یک رابطه، و رابطه بعدی هم که اونجا به دست آوردیم گفتیم مولد مخروط با شعاع دایره ناقص برابره. اینم دو تا رابطه. این ارتباط رو که بینشون بدونی، میتونین هر مخروطی با هر ارتفاع و هر شعاع مخروطی خودتون بتونید تشکیل بدید. خب پس یادت باشه شعاع مخروط شد آلفا به 360، یعنی اون زاویه که
به هر حال برای اون دایره ناقص مونده تقسیم بر 360 ضرب در دایره ناقص. و اینم که ال مساوی با آره. اینو خوب تو ذهنت بسپار، میخوایم مثال حل کنیم. میگه که در شکل مقابل همونطور که میبینین یک مخروط قائم باز شده شما به شما دادیم. بعد گفته که اگر ارتفاع مخروط 4 باشه اندازه زاویه که اینجا جدا شده چقدره. من دوتا رابطه رو اینجا بنویسم. گفتیم رابطه اول مولد مخروط مساویه با شعاع دایره ناقص، و رابطه دوم شعاع مخروط مساوی میشه با آلفا به 360 شعاع دایره ناقص. خب حالا میخوایم از این رابطه استفاده کنیم. ببین اینجا که ارتفاع مخروط رو داده و شعاع قاعده اون مخروط رو داده، بچه ها من ال رو میتونم حساب کنم یا نه؟ کمکم کنین که ال رو به دست بیارم. ال چجوری به دست میاد؟ ارتفاع مخروط داده شده، شعاع قاعده هم داده شده. آفرین، با یک فیثاغورس میتونی به ال برسیم. میشه h به توان 2 به علاوه r به توان 2 مساوی با ال 2. پس میشه 16 به علاوه 4 میشه L2، پس 20 مساوی با L2 میشه و L2 مساوی با 20 و L میشه رادیکال 20. و رادیکال 20 هم ساده تر میشه، میشه 2 رادیکال 5. خب من الان مولد رو دارم و میتونم با قاطعیت بگم اگه مولد باشه این شعاع دایره ناقص هم به دست اومده. شعاع دایره ناقص هم مساوی میشه با 2 رادیکال 5 که حتی خودش اومده ال رو گذاشته. خب این تا اینجا، پس من شعاعش رو تونستم حساب کنم. حالا گفته که اندازه زاویه رو پیدا کن. خب اندازه زاویه گفتیم r مساوی میشه با آلفا به 360 ضرب در r دایره. خب r این که بوده 2 مساوی با آلفایی که نداریم به 360 ضرب در همین الان ما اومدیم شعاع دایره ناقص رو حساب کردیم، میشه 2 رادیکال 5 و خیلی راحت از اینجا دیگه ما میتونیم حسابش کنیم. ما میتونیم بگیم 2 رادیکال 5 آلفا مساوی با 2 ضرب در 360 و از اینجا این که با این خط میخوره و آلفا میشه 360 به روی رادیکال 5. حالا یک زاویه میشه بر حسب درجه. پس این دوتا رابطه رو بچه‌ها خیلی حواستون باشه، یکی این رابطه، یکی همین که گفتیم شعاع دایره ناقص با در واقع اون مولد مخروط برابر بود. خب اگه سوالی نیست عدد یک رو بفرستین که من ببینم یاد گرفتین، اگه لازمه دوباره توضیح بدم. اگه متوجه نشدین صفر رو بفرستین دوباره توضیح میدیم. خیلی خوب، خیلی راحت دوباره توضیح میدیم، اصلا مشکلی نداریم. یه اسلاید دیگه باز کنم. ببین خواهم سردار یه دونه مخروط به ما داده به این صورت. میگه ما میدونیم شعاع دایره این مخروط یعنی اون آر کوچیکه مثلا برابر با 3 بوده و بعد اومده ارتفاع مخروط رو هم بهمون داده، گفته ارتفاع مخروط هم برابر با مثلا 4 بوده. خب گفته ما یک همچین مخروطی داشتیم. حالا شما بگین که اون دایره ناقصی که از طریق اون به این مخروط رسیدیم، شما بگین که زاویه و شعاعش چقدر میشه. این به هر حال چیزی که ما تو سوال لازم داریم. خب من برای که به این برسم دو تا رابطه مهم رو گفتم. یکی گفتم مولد مساوی با آر میشه، یعنی شعاع دایره ناقص، و یکی هم گفتم آر مخروط مساوی میشه با زاویه تقسیم بر 360 ضرب در آر دایره. حالا نیا کن این آلفای چیه؟ زاویه‌ای که ما برای دایره ناقص، یعنی اون دایره که نگه می‌داریم، اون قسمتی از دایره که نگه می‌داریم یه زاویه داره. مثلا شما فرض کن 60 درجه از اینو جدا می‌کنی،
300 درجه ازش میمونه، اون آلفای میشه اون 300. تا اینجا اوکیه؟ پس ما دنبال این زاویه اینجا و شعاعی دایره ناقص میگردیم. خب خیلی راحت من گفتم که اگه بتونیم مولد رو حساب کنیم شعاعی دایره ناقص به دست میاد. خب اینجا نیا کن، یه مثلث داریم که اینجا 4، اینجا 3 و ما از اینجا میخوایم به ال برسیم یا همون مولد برسیم. 3 و 4 با رابطه فیثاغورس مولد چند به دست میاد؟ 3 4 و اینم میشه 5. پس خیلی راحت، مرسی، مولد ما از اینجا به دست میاد و 5 میشه. تا اینجا اوکیه؟ خام سردار شما سوالی ندارید تا اینجا؟ خیلی حالا ادامش، ال که به دست آوردیم، ما گفتیم ال چیه؟ این بالا نوشتم، این شعاعی که ما دنبالش بودیم به دست اومد، این 5ه. به همین راحتی آر به دست اومد و شعاع دایره ناقص شد 5. خب حالا واسه زاویهش یه رابطه اینجا گفتم، گفتم شعاع مخروط میشه آلفا به 360. خب شعاع مخروط که 3 بوده مساویه با آلفایی که دنبالش میگردیم تقسیم بر 360 ضرب در شعاع دایره ناقص ضرب در 5. خب حالا از اینجا آلفا رو از ما میخواد، میشه آلفا ضرب در 5، میخوام طرف این وسط این کنم، 360 ضرب در 3. و حالا باید از اینجا آلفا رو پیدا کنم، آلفا مساوی میشه با 360 ضرب در 3 تقسیم بر 5. اگه اشتباه نکنم میشه 72، 72 هم ضرب در 3 بشه میشه 216. آره، پس آلفا مساوی میشه با 216 درجه. پس میگه شما اینقدر از اون دایره رو نگه دار، بقیهش رو جدا کن، از طریق این میتونی به مخروطه برسی. خواهش میکنم، بقیه دوستان سوالی ندارم. خب اگه موافقین یه استراحت کوتاه بدیم، چون مطلب بعدیمونو خیلی باید کاملتر توضیح بدیم، یه استراحت به چشاتون بدین، یک قدم بزنیم، برگردیم بیایم ادامه درس رو بگیم. اگه موافقین عدد 1 رو بزنین. مرسی. الان هم ساعت 5:52، تا رأس ساعت 6 یه استراحت میدیم برمیگردیم. آره، پس ادامه کلاسمون رأس ساعت 6 باشه. مرسی از توجهتون، فعلا خسته نباشیم، میریم زود برمیگردیم. فعلا. بله، مرسی. خب خسته نباشین، بریم یه قسمت خیلی مهم، خیلی مهم، ببین خیلی مهم میخوایم بگیم، ساده کردن نسبت‌های مثلثاتی. مرسی، ممنونم. ساده کردن نسبت‌های مثلثاتی دیگه میشه گفت اساسی ترین قدم اول سوال حل سوال مثلثاتی، فرمولای مثلثاتی، معادلات مثلثاتی سال بعد، نمودارهای مثلث، اصلا همه چیه. خب باید کامل یاد داشته باشی، خوب دقت کن. بچه ها دقت کنید، ما اومدیم گفتیم که زاویه ها رو توی سال 11 بر حسب رادیان هم میخونیم. من یه توضیح بدم که این چجوری زاویه ها بر حسب رادیان تو دایره چجوری تعریف میشن. خب ببین، من اگه اینجا زاویه ها رو همه رو بر حسب درجه بنویسم و شکل سمت راست هم همشون رادیان باشه، این درجه و اینم رادیان، خب اینجا اگه صفر درجه باشه اینجا هم صفر رادیانه، تو صفرشون که اینا مشترکن. ببین اینجا که برسم بر حسب درجه میشه 90 درجه. بچه ها بر حسب رادیان چقدر میشه؟ بذار یه راهنمایی کنم. ببین یک دورش بوده 360 تقسیم بر 4 کردم. اینجا یک دورش بوده 2π تقسیم بر 4 کردم. پس چند میشه این بالاییه؟ آفرین. بالاییه میشه π دوم. باز دوباره بیام اینجا، نصف 360 میشه 180 و من این طرف میگم برابر با چی بوده؟ نصف 2π که میشه π. پس اینم از این پایینی. اگه من بخوام اینو حساب کنم میگم به اندازه یه 90 درجه از اینجا برمیگردم، و یا بگم 3 چهارم 360 بوده یا 3 چهارم 2π هم میشه 3π دوم. اینم تا اینجا. این چهارتا رو باید حتما خوب یاد بگیرید. حالا یک نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره،
بچه ها اینجا صفره، خب این قسمت این ور، این من نقطه رو آ بذارم، این نقطه آ صفره، به نظرتون دو پی کجا قرار میگیره؟ دو پی هم رو آه، درسته؟ چهار پی کجا قرار میگیره؟ چهار پی رو چه نقطه قرار میگیره؟ چهار پی روی کدوم هاست؟ من اگه رو دو پی قرار بگیرم، خوب دقت کن، یه دوره دیگه بزنم بیام اینجا میشه چهار پی، پس میشه رو نقطه آ. شیش پی کجا میشه؟ باز یه دوره دیگه بزنم میاد رو نقطه آ. حالا اینجا رو خوب دقت کن، ما گفتیم دو پی اینجاست، ضریب زوجش هم اینجا بود، منفی دو پی کجا میشه به نظرت؟ من رو نقطه آ وایستادم، منفی دو پی کجا میشه؟ خوب دقت کنین، این تیکه شو فهم کنم متوجه نشه. یه بار دیگه بگم، یه بار دیگه بگم، ببین نقطه آ نقطه صفره، خب یک دور دایره میشه دو پی، یعنی من اگه یه دور دور این دایره بزنم بیام اینجا، باز نقطه دو پی رو بهم میده. خب این تا اینجا، من الان رو نقطه دو پی قرار گرفتم، باز یه دور دیگه بزنم بیام اینجا، مگه نقطه چهار پی نمیشه؟ باز نقطه چهار پی میشه اینجا، یه دوره دیگه بزنم بیام اینجا میشه نقطه 6 پی. پس تا اینجا نیا کن، این ضرایب زوج همشون رو نقطه آ بودن. الان جواب منو بده، منفی 2 پی کجا میشه؟ منفی 2 پی میشه خود نقطه آ یا میشه نقطه بی؟ خب آره باید پادساعتگرد بچرخه، ولی باز قبول داریم میاد رو نقطه آ قرار میگیره. اینا رو میخوام بگیم چون جلوتر احتیاج داریم. ببین میخواستم همینو بگم، منفی 2 پی هم میشه نقطه آ، منفی 4 پی هم میشه نقطه آ. پس این نقطه آ رو تو ذهنت باشه، از این بعد گفتم نقطه آ، چون میخوایم با هم قراردادی داشته باشیم، نقطه آ چیه؟ ضرایب زوج عدد پیه. فرقم نمیکنه اصلا، ضرایب صحیحه، هم مثبتاش هم منفیاش زوج باشن میشه این طرف. خب برای بعدی، اینجا نقطه پی بود، من یه دور دیگه روش بزنم بیاد میشه چی؟ آیا قبول دارین 3 پی میشه؟ یه دور زدم دیگه، باز یه دور دیگه بزنم میشه 5 پی. خب اینم از این. برای منفیاش چطور؟ برای منفیاش یه دونه منفی 2 پی برگردم روی میشه منفی پی، منفی 3 پی. پس میخوام اینو بگم، پس نقطه بی هم به این صورت تعریف میشه، ضرایب فرد پی. الان اگه بهت بگم 121 پی کجا میشه، نقطه آ یا نقطه بی؟ 121 پی میشه نقطه B. پس نقطه آبی تو ذهنت باشه، گفتم نقطه A ضرایب زوج، گفتم B میشه ضرایب فرد، مثلا منفی 1001 هم، منفی 1001 P هم باز میشه نقطه B. خب این تا اینجا این توضیحات رو داشته باش. بعد نگاه کن تو P دوم، سه P دوم، اینایی که اینجا داریم بالا و پایین میبینی، نقاط C و D، این نقاط C و D مضارب فرد پی دومن و مثل نقطه آ و ب نیستن که مثلا بگیم زوجا این ورن فردا این ورن، اینا همش فردن. 3 پی دوم، 5 پی دوم، 7 پی دوم، 11 پی دوم، 9 پی دوم. فقط برای اینکه اینا رو خیلی راحت بتونی تشخیص بدی، یه راه خیلی ساده بهت بگم. نیا کن، مگه پی دوم بالا نیست؟ 1 پی دوم بالاه، بعد 3 پی دوم پایینه، بعدی 5 پی دوم بالای، 7 پی دوم پایینه، 9 پی دوم بالای، 11 پی دوم پایینه. یعنی تو باید هر موقع خواستی تشخیص بدی خیلی سریع 1 3 5 7 9 بشماری و اون نقطه سیادی رو مشخص کنی. مثلا نیا کن، پس از این بالا هم شروع میکنیم، اینجا 1 و میایم پایین. الان نقطه 13 پی دوم میشه نقطه C یا نقطه D؟ بشماریم ببینید چی میشه. 13 پی دوم نقطه دی، مرسی. ببین 1 3 5 7 9 11 13 بالایی نمیشه؟ یه بار دیگه نگاه کن، 1 3 5 7 9 11 13 میشه نقطه بالا. خب این به این صورت، اینو حواستون باشه، حالا جلوتر اینو میگیم. اینم یه راه ساده واسه تشخیص این.
خب اینو تا اینجا داشته باش، من اینا رو گفتم. یه چی دیگه که باید بلد باشین، انتظار میره همه شما بچه های ریاضی بلدین، این که نسبت های مثلثاتی رو بلد باشین. سینوس 30 درجه چی میشه؟ دیگه من اینا نمی نویسم، انشالله که همه تونم بلدین. که اینجا یه جدول میکشیدیم و همه رو میگفتیم، سینوس آلفا برای 0 میشه 0، برای مثلا 30 درجه میشه 1/2، برای 45 رادیکال 2/2، برای 60 رادیکال 3/2 و برای 90 هم 1. این تازه فقط سینوسش بود، میشه واسه کوسینوس هاشون و اینا هم نوشت. خب این جدوله، ولی خب از الان به بعد باید ما بیشتر با رادیان کار کنیم و شما باید بدونی که از این به بعد 30 درجه 45 درجه 60 درجه 90 درجه و این دوتای دیگه، اینا بر حسب رادیان رو باید خوب حفظ باشی. بچه ها 30 درجه بر حسب رادیان چی میشه؟ بلدی؟ 30 درجه بر حسب رادیان اگه هم یادت نیست ضرب در پی 180 کن، کاری نداره، ضرب در پی 180 که گفتم میکنیم و میشه پی 6. 45 رو ضرب در پی 180 کنیم چی میشه؟ پی 4. مرسی. 60 درجه رو ضرب در پی 180 کنیم میشه پی 3. آفرین. بعدی چی میشه؟ 90 درجه چی میشه؟ مرسی کیارش، میشه پی 2. 180 آفرین، میشه پی و 270 هم که حساب کنیم میشه 3π². اینا باید حفظ باشه دیگه، خب زشته بخوایم سر اینا ما محاسبات انجام بدیم. و خب مثلا اگه به ما بگه کوسینوس پی 4 دیگه باید بلد باشیم که میشه بر حسب 45 درجه و میشه رادیکال 2/2. یه تمرین اینجا گذاشتم فقط صرفا برای اینکه اگه محاسبات اینا یادت رفته بری بخونی اینا رو. خب و حالا من یه دونش رو حل میکنم، مابقیش رو بریم بخونین دیگه، چون واقعا این زاویه رو باید از قبل بلد باشیم. الان فقط اینجا من میدونم که پی 6 همون 30 درجه است، اینو فقط باید بدونم که پی 6 میشه 30 درجه. خب سینوس 30 درجه 1/2، پس میشه 2 تا 1/2 به توان 2 منهای 4 تا. بچه ها کوسینوس 180 این، کوسینوس 180 هم میشه منفی 1 به علاوه تانژانت پی 4 هم که 1 میشه چون 45 درجه است. خب یه عددی بهت میده و میشه اون جوابی که باید به دست بیاری. خب اینم برای یادآوری. اگه یادت نرفته حتما برو این زاویه رو خوب بخون و یاد بگیر که دیگه مشکلی نداشته باشیم. خب حالا بریم یه چند تا نکته خیلی مهم بگیم، اینا رو لازم بود توضیح بدیم. بچه ها اگه ما سینوس یک زاویه رو به ما بده، مثلا بگه سینوس آلفا بوده 3/5 و آلفا تو ناحیه 2 بوده، خب آلفاش تو ناحیه 2 و بعد میگه که سینوس هم 3/5. حالا از ما میخواد کوسینوس آلفا، تانژانت آلفا و کوتانژانت آلفا رو به دست بیاریم. خب یه سری روابط رو شما سال 11 هم خونده بودین، خب یه سری روابط رو خونده بودین، مثلا کوسینوس 2 میشه 1 منهای سینوس 2، 1 به علاوه تانژانت 2. خب حالا یا یادتونه یا یادتون رفته، من کاری به اونا ندارم. میخوایم یه راه ساده تر بگیم که چجوری از روی نسبت سینوس ما به این سه تا نسبت دیگه برسیم. خوب دقت کن، توی این مدل سوالات یه مثلث قائم الزاویه بکش و یکی از زاویه های حادش رو به دلخواه آلفا بذار. من میام این زاویه رو میذارم آلفا. خب بچه ها ما خونده بودیم تو مثلث قائم الزاویه نسبت سینوس میشد نسبت کدوم اضلاع؟ بگین نسبت چی به چی میشد؟ مقابل به وتر. آفرین. ببین این 3/5 رو روی این شکل پیاده کن، 3/5 مقابل به وتر، 3/5 میشه 3/5، سینوس آلفا میشه 3/5. خب از اینجا این ضلع پایینی چند میشه؟
رابطه فیثاغورس باید برای این بنویسیم. مثلث مثلث 3 4 5 بوده دیگه، آفرین. اینم میشه 4. 3 4 5. خب حالا بقیه نسبت ها رو میگین. کوسینوس آلفا چند میشه؟ میشد مجاور به وتر که میشه 4 5 جماره. ببین کوسینوس رو نوشتیم. واسه تانژانت بگین چی بنویسم؟ تانژانت میشد نسبت مقابل به مجاور، میشه 3 4. بعدی کوتانژانت رو میخواستیم مجاور به مقابل 4 3. هیچ فرمولی هم لازم نیست حفظ کنی، فقط باید بلد باشی که نسبت‌های مثلثاتی چجوری به دست میان. خب این تا اینجا هنوز ادامه داره، خوب دقت کن. ناحیه به ما داده بود، ما خب میدونستیم تو هر کدوم از ناحیه‌های مثلثاتی علامت‌ها فرق میکنن. واسه علامتاش هم بچه‌ها نرین بشین چیزی حفظ کنین، با هستک میرم جلو. چی بهم گفتن اینجوری اصلا مهم نیست. ببین یه دایره مثلثاتی در نظر میگیری، یه محور x y روش در نظر بگیر. بچه‌ها x همون کوسینوسه و y سینوس. تو محور x ها، تو محور x y اصلا دایره رو بیخیال شو، کدوم سمت x ها مثبت بودن؟ مگه سمت راست x ها مثبت نمی‌شدن؟ خب ببین این سمت کوسینوس مثبته، سمت راست کوسینوس مثبته، سمت چپ کوسینوس منفیه. به همین راحتی، سمت راست مثبت، سمت چپ منفی. برای سینوس اگه میخواستیم حساب کنیم، سینوس ایگرگ بود بچه ها. ایگرگ بالا مثبت بود، پایین منفی. پس اینجا سینوس مثبته و اینجا سینوس منفیه. بالا سینوس مثبت، پایین سینوس منفی. به همین راحتی. خب حالا واسه تانژانت کوتانژانت بچه ها خوب دقت کنیم. اگه زاویه که داریم رسم میکنیم تو ربع اول و سوم باشه، ربع اول و سوم همشون موافق همن، یعنی ایکساش ایکس و وای مثبتن، تو نایه سوم ایکس و وای منفیه. یه زاویه که شما رسم کنین زاویه‌تون اینجوری میشه. اگه شیبش اینجوری مثبت باشه، اینجا چون شیبش مثبته پس میگیم تانژانت و کوتانژانت هم مثبتن. خط اینجوری کشیدی مثبته، اگه خط اینوری کشیدی که شیبش منفی بود میگی تانژانت کوتانژانتش هم منفیه. خب حالا من اینجا میخوام برای ناحیه دوم بگم. ببین ناحیه دوم من اینجا بوده، این که اومده سمت چپ قرار گرفته کوسینوسش منفیه، این که رفته بالا قرار گرفته سینوسش مثبته، مشخصه. حالا خوب دقت کن، من دارم یه همچین خطی میکشم تو ناحیه دوم که شیبش منفیه، پس این دوتا میشن منفی. با اطلاعاتی که شما رو نمودار اینجا به دست میارین راحت میتونی علامت اینا رو مشخص کنی. باز میخوام برات مثال حل کنم. گفته که اگر کوتانژانت یک زاویه مساوی با 13 دوازدهم باشه و آلفا تو ناحیه سوم باشه، گفته بقیه نسبت‌های مثلثاتی رو حساب کن. البته بذار یه تغییری هم تو این بدم، اینو بنویسم 5 دوازدهم. کوتانژانت تو گفته 5 دوازدهم و آلفا هم تو ناحیه سوم. من یه مثلث میکشم به دلخواه، یکی از زاویه‌هاش هم میذارم تتا یا همین آلفایی که خود سوال داده، فرقم نمیکنه. خب کوتانژانت نسبت چی به چی بود؟ نسبت آفرین مجاور به مقابل، یعنی 5 به 12. 5 12 وترش چند میشه؟ اینم یه مثلث با اضلاع طلاییه، 5 12 13. یکی 3 4 5 رو حتما حفظ کن، یکی 5 12 13 رو. خب الان کوتانژانتش مشخص شد و بقیه هم مشخص شدن. سینوس آلفا میشه نسبت مقابل به وتر 12 13.
کوسینوس آلفا مساوی میشه با نسبت مجاور به وتر 5 سیزدهم و تانژانت آلفا مساوی میشه با نسبت مقابل به مجاور 12 پنجم. خب این از این و بریم سر وقت علامتاش. شما بگین سینوس مثبت یا منفی؟ نه اول سینوس رو بگین. سینوس چون پایین بوده آفرین منفیه. کوسینوس چون سمت چپ بوده درسته؟ چون سمت چپ بوده پس اینم منفیه. ببین x این سمت منفیه، y پایین منفیه، پس هر دوتاشون میشن منفی. تانژانت کوتانژانت گفتم یه زاویه بکش تو اون ناحیه‌ای که داری. ببین زاویت اینجوری میشه، چون شیبش مثبته تانژانت و کوتانژانتت هم مثبت میشن. درست شد؟ کسی مشکلی نداره؟ اگه سوالی نیست عدد 1 رو تایپ کنیم بریم جلوتر. اگر سوال دارین صفر بذارین که من دوباره توضیح بدم. مرسی مرسی از همگی. خب اینم که گفتیم وحبه رسیدیم به اون قسمت خیلی مهمی که باید بلد باشید. تو کتابتون یه سری چرندیات پشت سر هم کرده، این اینجوریه این اینجوریه این اینجوریه، اینا رو میخوایم کلا بریزیم دور. یه دو تا نکته مهم بهت میگم خوب یاد بگیر واسه ساده کردن نسبت های مثلثاتی. یکی اون دایره‌ای که گفتم خیلی باش کار داریم و داشته باش، نقطه آ، نقطه بی، نقطه سی و نقطه دی. بچه ها من گفتم نقطه آ ضرایب چی هن؟ سریع بگین. نقطه آ ضرایب کدوم ضرایب پی؟ اینا همشون ضرایب پی هن. آفرین. نقطه آ ضرایب زوج پی، حتی منفیاش حتی مثبتاش مهم نیست. نقطه بی ضرایب آفرین فرد عدد پی، تموم شد و رفت. ضرایب زوج، ضرایب فرد. فعلا کاری به سی و دی نداشته باش چون میخوایم ما نقطه آ و بی بنویسیم. یه سری نسبت های مثلثاتی به ما میده، میگه اینا رو ساده کنین. سینوس 7 پی منهای آلفا، بذارید چند تا بنویسم. کوتانژانت منهای 12 پی منهای آلفا، تانژانت یه عدد بگین مثلا منفی 1502 پی به علاوه آلفا دیگه، کوسینوس منفی 19 پی به علاوه آلفا. خب یه سری نسبت مثلثاتی به ما میده میگه اینا رو ساده کن. خوب دقت کن، با اون زاویه آلفایی که کنارش هست یه سری عددا داده، 7 پی منفی 12 پی منفی 1502 پی و منفی 19 پی. خب بچه ها آیا قبول دارین این 4 تا ضریبی که ما الان اینجا داریم اینا یا نقطه آن یا نقطه بی، غیر از این نیست دیگه، یا زوجا این برن یا فردا این برن. به محضی که یه همچین نسبت مثلثاتی دیدی که این قسمت شامل نقاط آ و بی بود، قسمت اینجا، سریعاً همه این قسمت‌ها رو خط می‌زنین بدون اینکه نگاه کنین این منهای آلفا بوده یا به علاوه آلفا، نسبتش رو می‌نویسین. آقا من اصلا کار ندارم، اینو می‌نویسم سینوس آلفا، این نقطه آ یا بی؟ آره. کاری هم به منفی مثبتش ندارم، می‌نویسم کوتانژانت آلفا. اینجا می‌نویسم تانژانت آلفا و اینجا می‌نویسم کوسینوس آلفا. پس وقتی اون عدد اون زاویه که ما داریم نقطه آ یا بی باشه، کاری هم به مثبت و منفی اینا نداریم اصلا و خود نسبت رو می نویسیم. سینوس بود میشه سینوس آلفا، کوتانژانت بود کوتانژانت آلفا و به همین صورت. تا اینجا سوالی نیست؟ خب نمیشه اینقدر هم کشکی باشه همینجوری بنویسیم، یک علامتی باید این پشت اینا مشخص بشه که میخوایم ببینیم اون علامت رو باید چجوری پیدا کنیم. خب بچه ها یه نگاهتون به این زاویه باشه، یه نگاهتون هم به این دایره. این 7 پی کدوم نقطه است؟ نقطه شو بگین روی دایره، نقطه آ یا نقطه بی؟ مرسی. ببین ما الان رو نقطه بی قرار گرفتیم، خب رو نقطه بی گفته منهای آلفا. یادت باشه توی دایره مثلثاتی جهت مثبت پادساعت گرده،
جهت منفی ساعت کرده. خب من الان اینجا دارم 7P که بوده نقطه B منهای آلفا. بچه تو کدوم ناحیه میره؟ ببین اینجا بودی بر میگردی بالا، میشه ناحیه چندم؟ از نقطه B گفته منهای آلفا، بعد برگردی میشه ناحیه دو، ناحیه دوم. خب حالا سریع بگین ناحیه دوم سینوسش چیه؟ مرسی، میشه مثبت سینوس آلفا. بریم بعدی، خوب دقت کن. منفی 12P کدوم نقطه است؟ نقطه آ. گفته منهای آلفا، ببین رو نقطه آ بودیم منهای آلفا، بیا پایین، بیا این پایین، میشه ناحیه چهارم. مرسی. تو ناحیه چهارم کوتانژانت ما مگه منفی نبود؟ مگه شیبش منفی نیست؟ پس میشه منفی. تموم شد رفت. بریم برای بعدی. نقطه آ یا نقطه بی؟ منفی 1502. نقطه آ به علاوه آلفا بریم تو کدوم ناحیه؟ اینجا بودیم به علاوه شده ناحیه اول. مرسی. تو ناحیه اول تانژانت هم که تو ناحیه اول اصلا قربونش برم مثبت، مشکلی نداره. و بعدی کوسینوس منفی 19 پی به علاوه آلفا. منفی 19 پی کدوم نقطه بود؟ آفرین، نقطه بی. گفته به علاوه آلفا، خب بیا پایین، بیاد پایین میاد تو ناحیه سوم. کوسینوس تو ناحیه سوم چیه؟ چون سمت چپه، ببخشید، چون سمت چپه منفی میشه. اینم از این. خیلی راحت هم علامتاش به دست اومد و هم به این شکل ساده شد. خب میریم یه چند تا مثال دیگه هم حل میکنیم، بعد میریم سر وقت یه سری نسبت های دیگه. میاد چیکار میکنه؟ میگه خب حالا که اونو یاد گرفتی بگو سینوس 3π/4 چی میشه. بچه اینجا اصلا جای نگرانی نیست، شما همه نسبت ها رو دیگه یاد دارین، یاد گرفتین که الان حساب کنیم. ببین من میرسم به 3π/4، میبینم که 3π/4 خب بیشتر از ناحیه اوله. من تا ناحیه اول زاویه ها رو حفظ کردم، به من گفتن سینوس 60 حفظ کن، نمیدونم نسبت های 45 حفظ کن. خب اینو چیکارش کنم؟ میای یه کاری انجام میدی، میگی من به صورت این یا یه دونه پی اضافه میکنم یا کم میکنم، یه حالت بیشتر اتفاق نمیفته، یا اضافه میکنم یا کم میکنم که این عدد صحیح بشه. خب شما نیا کن، میتونی اینجوری بنویسی، اگه بهش اضافه کنی میشه 4π/4 منهای π/4. پس بهش اضافه کردی، چون کم میکردی بدتر میشد، بهش اضافه کردی شد 4π/4. خب کم میکنی که بشه خودش. حالا من میدونم 4π/4 کدوم نقطه است رو دایره؟ چهار پی چهارم که میشه پی، کدوم نقطه میشه؟ آفرین، نقطه بی نمیشه؟ ببین اینجوری میشه سینوس پی منهای پی چهارم میشه نقطه بی اینجا. پس من گفتم وقتی یه همچین حالتی شد شما سریعا اینو خط میزنی و مینویسی سینوس پی چهارم. خب این تا اینجا. پس مرحله اول یا یکی بهش اضافه میکنی یا کم میکنی، که مثلا من اینجا اضافه کردم که ساده بشه. خب سادهش که کردیم شدیم. حالا اینجا رو دقت کن، چون اینجا پی داره من سریع رو میبینم سینوس پی چارم. تا اینجا درسته، پی چون ضریب فرد عدد خودش پی بوده میشه این نقطه بی، یعنی ما اینجا بودیم و به اندازه یه پی چارم برمیگردیم بالا، به اندازه یه پی چهارم برمیگردیم بالا، این میشه ناحیه دوم و در نهایت میشه مثبت سینوس پی چهارم که جواب میشه رادیکال دو دوم. خب میریم یه دونه دیگه، هر موقع یاد گرفتین بعد دیگه کم کم یکاتون رو بفرستیم بریم سوال بعدی. مثلا میگه کوسینوس 5π/3
خب بچه ها من بهش اضافه کنم یا ازش کم کنم؟ میخوام یه کاری کنم ساده بشه، بهش پی سوم اضافه کنم یا کم کنم؟ سینوس کوسینوس، ببخشید، آره کوسینوس، آره اضافه کنیم اینجوری بشه دیگه 6 پی سوم که ساده بشه منهای پی سوم. این مدلی باید بنویسیمش، یعنی یکی بهش اضافه کنیم بشه 6 پی سوم، بعد یه دونه ازش کم کنیم. این الان درست شد. خب اینو نگاه کن، 6 پی سوم من می‌نویسم 2 پی. خب 2 پی دوباره شد همین ضریبی که ما دنبالش بودیم، مساوی میشه با کوسینوس پی سوم. حالا باید یکی بره علامت اینو حساب کنه. 2 پی نقطه آ بود دیگه، 2 پی بود نقطه آ، و وقتی که منهای پی سوم میکنیم برمیگرده پایین. وقتی که میاد این ناحیه چهارم قرار میگیره، این میشه چهارم، و ما میدونیم کوسینوس تو ناحیه چهارم مثبته، پس میشه مثبت کوسینوس پی سوم که میشه 1/2. کوسینوس این ور مثبته، سمت راست مثبت. یه دونه دیگه سینوس 7 پی 6. 7 پی 6 رو چجوری بنویسیم؟ بنویسیم سینوس 6 پی 6 به علاوه پی 6. خب 6 پی 6 ببین، 6ش که با هم دیگه خط بخوره فقط یه دونه پی میمونه. الان این کدوم نقطه رو داره به ما میده؟ پی که اینجا هست، نقطه آ یا بی؟ بی بوده دیگه، نه فارسی نوشتیم، آره بی. ببین فرده دیگه، میشه اینور. حالا یه به علاوه پی 6 بهش میدیم میاد پایین، پس اینجا میشه ناحیه سوم. خب اینم که شده بود سینوس پی 6. تو ناحیه سوم چون پایین قرار میگیره سینوس منفیه، پس میشه منفیه سینوس پی 6. بازم بذارین سوال حل کنیم، به درجه هم بگیم که کامل یاد بگیرین. سینوس 300 درجه. خب بچه ها سینوس 300 درجه رو الان من اگه بخوام حساب کنم، خوب دقت کن، من تأکید کردم گفتم بر حسب نقطه آ و ب بنویس. خب من اگه بخوام 300 درجه رو سادش کنم، میگم که خب این ربط داره به 360 درجه، پس میشه سینوس 360 درجه منهای 60 درجه. من باید اینو حسابش کنم. خب 360 درجه کدوم نقطه بود؟ نقطه آ یا نقطه بی؟ 360 آفرین، نقطه آ بود، اینجا بود. حالا یه دونه منفی بیاییم پایین، میاد اینجا قرار میگیره، 300 تو ناحیه چهارمه دیگه، پس این میشه ناحیه چهارم، میشه منفی سینوس 60 درجه. این منفیش هم به خاطر ناحیه چهارمش بوده، کاملا درسته. و آخری رو بنویسم شما بگین. تانژانت، خوب دقت کن، 2π3. اصلا عجله نکنین، ببینیم بر حسب کدوم زاویه باید نوشته بشه، بهش اضافه کنین یا کم کنین و جوابو بگین. اصلا هم عجله نکنین. اضافه میکنیم، آره آره که اضافه میکنیم، خب بعد کم میکنیم. خب بنویس ببین چی میشه. تو ناحیه چهارم، خوب دقت کن، خوب دقت کن، اون پایین اومدن رو درست رفتی ولی فکر میکنم ناحیه چهارم نیست. بقیه دوستان بگن، آقای اسدی عزیز، آقای امینی،
منفی رادیکال 3 کاملا درسته، کاملا درسته، کاملا درسته. کدوم ناحیه بود؟ محمد مهدی. آفرین، درسته. خب ببین اون چی هم که گفتین اضافه میکنین درست بود دیگه. اومدین گفتین اینو مینویسین تانژانت 3 پی سوم منهای پی سوم، اضافه کردی ازش کم میکنی. خب اینجایی که ساده کردی این پی با پی خط خورد شد تانژانت پی منهای پی سوم. ببینم سردار پی رو احتمالا نقطه آ گرفته بودی، پی ضریب فرد بوده، باید این ور در نظرش میگرفتی که بعد بیاد این طرف بشه ناحیه دوم، واسه همین ناحیه چهارم اشتباه به دست آوردی چون نقطه آ گرفته بودی. پس این میشه ناحیه دوم. اینم که قرار بود بنویسیم تانژانت پی سوم. خب تانژانت تو ناحیه دوم منفیه، داریم میبینیم دیگه، یه خط اینجوری کشیدیم. پس تانژانت منفیه میشه منفی تانژانت پی سوم که مساویه با منفی رادیکال 3 میشه، چون تانژانت 60 درجه میشه. خب و در کل این زاویه خودش زاویه 120 بود. اگه متوجه شدین عدد 1، اگه هم لازمه بیشتر حل کنیم عدد 2 رو، عدد 0 رو بفرستین. خب هنوز لازمه؟ چشم. بقیه دوستانم بگن. خواهش میکنم. خب پس اینکه یه مکس کوچیک کردی باز لازم، اشکالی نداره. سینوس 11 پی 6. خب سینوس 11 پی 6 بعد ببینیم بعد بهش اضافه کنیم یا کم کنیم. من اگه ازش کم کنم 10 پی 6 به دردم نمیخوره، بهش اضافه کنم خوب میشه، میشه سینوس 12 پی 6 منهای پی 6. موافقین؟ ببین 11 بود، یه دونه بهش اضافه کردم شد 12، یه دونه هم کم کردم. اینو که خط بزنیم میشه 2 پی. بچه دو پی کدوم نقطه بود؟ نقطه آ یا نقطه بی؟ آره نقطه آ بود. پس ببین من فعلا اینو بنویسم سینوس پی 6 تا تکلیفشو مشخص کنم. تو نقطه آ به اندازه پی 6 اومدیم پایین، میشه ناحیه 4. مرسی. پس ناحیه 4 سینوس تو ناحیه 4 علامتش منفیه، منفی سینوس پی 6 که میشه منفی 1/2. مورد بعدی با کوتانژانت بریم، کوتانژانت 11 پی 4. خب بریم برای 11 پی 4 ببینیم چی باید بنویسیم. اگه یه دونه ازش کم کنم 10 پی 4 به دردم نمیخوره، بنویسمش 12 پی 4 منهای پی 4، این درست میشه. 12 پی 4 میشه 3 پی. نقطه آ بوده یا نقطه بی؟ سه پی کجا بود؟ اینجا بود دیگه، نه؟ پس میشه نقطه بی، کاملا درسته. و اینا فعلا بنویسم کوتانژانت پی 4 باشه فعلا. خب سه پی که اینجا بوده، یه دونه پی 4 من برگردم اینجوری میشه، به این صورت در میاد، میشه ناحیه دوم. کوتانژانت تو ناحیه دوم منفیه و در نهایت برابر میشه با کوتانژانت 45 هم که منفیه، یعنی کوتانژانت 1 میشه که میشه منفیه 1. اون رادیکال 2 دوم برای سینوس کوسینوس بود، کوتانژانت و تانژانتش 1 میشد. خب حالا باز اگه دیگه باز باید حل کنیم 0 رو بفرستین، اگه یاد گرفتین 1 رو بزنین. مرسی آقای اسدی. بقیه دوستان حالا جلوتر مثال داریم ها، اگه 90 درصد هم اوکی شده بریم جلوتر مثال حل میکنیم. مرسی، ممنونم، مرسی. خب بریم جلوتر، یه نسبت مثلثاتی دیگه هم هست، اونم بهتون بگم. مثلا میگه اینا رو ساده کنی، خوب گوش بدین. سینوس پی دوم منهای آلفا، کوسینوس سه پی دوم به علاوه آلفا.
تانژانت 9 پی دوم منهای آلفا و کوتانژانت منفیه، حالا منفی هم فعلا ننویسم، با مثبتش بریم، 13 پی دوم به علاوه آلفا. خب بچه ها این دوتا نقطه دیگه آ و بی نیستن، خودتونم دارین میبینین دیگه، 9 پی دوم، پی دوم، 3 پی دوم، اینا نقاط آ و بی نیستن. اینا کدوم نقاطن روی اون دایره که من گفتم؟ نقاط چپ و راست دیگه نمیشن، میشدن نقاط سی یا دی. خب همیشه هم سی یا دیشون رو نمیشد تو نگاه اول فهمید. گفتیم برای که بتونیم بفهمیم که اینا کدوم یکی از این نقاط میشن، گفتم از بالا ضرایب فرد رو شروع میکنی شمردن، 1 3 5 7 9 11 13 15 و به همین صورت. اینو خیلی سریع در حد چند ثانیه میتونی پیداش کنی. خب پس من الان فهمیدم که این نسبت هایی که من دارم مینویسم، خوب گوش بدیم بچه ها، اینا بر حسب سی یا دی بودن، یعنی سی یا دی با یه زاویه اضافه یا کم شده. اگه نسبتی که داریم ساده میکنیم بر حسب سی یا دی باشه، ببین چی باید اونور تساوی بنویسی؟ سینوس رو تبدیل میکنه به کوسینوس، میشه کوسینوس آلفا، یا برعکسش کوسینوس رو تبدیل میکنه به سینوس، میشه سینوس آلفا، تانژانت رو تبدیل میکنه به کوتانژانت، میشه کوتانژانت آلفا، و کوتانژانت رو هم تبدیل میکنه به تانژانت آلفا. پس اگه نسبت های مثلثاتی ما بر حسب سی یا دی نوشته شده باشن، نسبت مثلثاتی عوض میشه. پس نسبت مثلثاتی ما الان عوض شد، سینوس شده کوسینوس به همین طریقی که اینجا داریم میبینی. خب این تا اینجا. نکته بعدی که بچه ها مهمه، ما باید علامت نسبت، خوب دقت کن، اولی رو مشخص کنیم. این خیلی مهمه، علامت نسبت اولی رو باید مشخص کنی. یعنی درسته که اینجا اومدی سینوس کوسینوس نوشتی، خب نوشتی دیگه، تموم شد، بعد بیای ببینی سینوس تو کدوم ناحیه بوده که علامت اونو بذاری. خوب دقت کن، من برای اینکه اشتباه نکنم میام به همون 1 3 5 که گفتم اول موقعیت نقطه رو مشخص میکنم. بچه این نقطه C یا D؟ رو دایره خوب نگاه کنیم، آفرین C. خب C منهای آلفا، ببین C این قسمت بالا شد، C منهای آلفا میشه کدوم ناحیه؟ ناحیه 1. سینوس در ناحیه اول، سینوس در ناحیه اول مثبت، ربطی هم به کوسینوس نداره. بریم برای بعدی، این نقطه سیه یا نقطه دی؟ نقطه دیه، مرسی. نقطه دی این پایین بود، به علاوه آلفا میشه ناحیه چندم؟ ناحیه چهارم، آفرین. حالا اونایی که حواسشون نباشه میرن علامت سینوس رو پیدا میکنن، میگن پایین بوده منفیه، کلا غلط میشه. ولی من که حواسم اینجا هست میگم آقا علامت کوسینوس اصلا چیکار به اون ور دارم؟ علامت کوسینوس چی میشه؟ تو ناحیه چهارم چون سمت راست قرار گرفته، علامت کوسینوس مثبته، من علامت کوسینوس رو اینجا گذاشتم. خب اینم تا اینجا. بریم برای بعدی، 9 پی دوم کدوم نقطه میشه؟ 1 3 5 7 9 میشه C، آفرین. منهای آلفا ناحیه چندم میشه؟ C این بالا بود، منهای آلفا میاد این ور، میشه ناحیه 1، مرسی. ناحیه اولم تانژانت مثبته، و نکته مورد آخر کوتانژانت 13 پی دوم، باز بشماریم، 9 که بالا بود، 11 13 بازم میشه بالا. خب
سی به علاوه آلفا ناحیه دوم میشه و کوتانژان تو ناحیه دوم چون نزولی میشه میشه منفی. اینم از علامت ناحیه دوم. خب این به این صورت. تا اینجا سوالی نیست؟ درس رو فهمیدین؟ خواهش میکنم. بریم یه چند تا مثال خیلی خوب براتون گذاشتم. این دو سه تا رو حل میکنیم و این قسمت مثلثات که خیلی هم مهم بود تموم میشه. همین، یعنی کل در این هم از اون موقع دارم میگم مثلثات رو گفتم که برسیم به اینجا که اینجا رو خوب یاد بگیرین. گفته که در صورتی که سینوس آلفا باشه 5/13 و انتهای کمان آلفا در ناحیه دوم مثلثاتی باشه، گفته حاصل اینا رو حساب کنیم. خب الان میریم ترکیبی میشه از این چیزایی که تا الان گفتیم. بچه اینو بگین، من هیچی نمیگم، بگین ساده شده این چی میشه، اگه نسبت عوض میشه یا نمیشه دیگه بگین، و جواب آخرش رو بگین. بگین میشه جوابش اینجوری، مثلا این نسبت میشه. عجلم نکنین. نه مقدارشو نمیخوام ها کیارش، فقط بگو چی شد، سادش که کردی چی شد. ناحیه اول گفتیم، بعد باید بشه تانژان. مرسی. این که این سپی دومه سی یا دی بوده، آفرین، میشه تانژانت آلفا. این اوکیه، مرسی که تا اینجا گفتین. بعد تانژان شد، اوکی. حالا سپی دوم کجا میشه؟ سپی دوم من بیام بشمارم اینا رو، گفتم یک بالا سه پایین، یک سه سپی دوم دیگه. پس این میشه نقطه دی، این نقطه پایین میشه. خب حالا روی نقطه پایین قرار گرفتیم و به اندازه آلفا بر میگردیم. به اندازه آلفا که برگردیم میشه اینجا، میشه ناحیه سوم کلش، و ناحیه سوم کوتانژانت مثبت بود، درسته؟ سپی دوم میشه نقطه پای. برای پایینیش بگین، بعد جوابشو بعدن میگم. گفته کوسینوس 11 پی دوم به علاوه آلفا. خوب دقت کنین، میدونم که میخوایم بگین میشه سینوس آلفا. خب این تا اینجا اوکیه، فقط علامت و ناحیهش رو شما بگین. بگین که کدوم ناحیه از کجا میشه. ناحیه چهارم میشه. مرسی. بریم ببینیم 11 پی دوم کجا بود. 1, 3, 5, 7, 9, 11. آفرین. این نقطه دی به علاوه آلفا کاملا درسته، میشه اینجا ناحیه چهارم، و ناحیه چهارم کوسینوس مثبت. مرسی. علامت کوسینوس رو باید میذاشتیم. خب حالا اینکه چه جوری اینا رو حساب کنین دیگه الان از من بهتر یاد گرفتین شما. یا مثلث میکشین، آلفا رو روش میذارین، 5/13 و اینجا میشه 12. خب حالا نسبت هایی که از من میخواد رو حساب میکنم، تانژانت آلفا و سینوس آلفا. خب سینوس رو که اصلا داریم، این که میشه 5/13 و تانژانت میشه 5/12 چون میشه مقابل به مجاور، و چون گفته ناحیه دوم منفیه، یعنی انگار ناحیه دوم تانژانت منفیه، تو ناحیه دوم تانژانت منفیه، من یه منفی هم اینجا میذارم، پس میشه منفی 5/12 که اون موقع درست گفتی فکر میکنم کیارش، من جواب آخر رو نمیدونستم. پس منفی 5/12 هم جواب میشه که از اینجا بعد به دست میومد. خام سردار متوجه شدین؟ عرفان شما چطور؟ محمد مهدی؟ محمد رضا؟ اوکیه؟ خیلی هم عالی.
میریم جلوتر. یه مثال براتون گذاشتم که اینو اگه یاد بگیرین دیگه فکر می‌کنم هیچ مشکلی نداشته باشین تو مثلثات. دیگه یه سوال ترکیبیه دیگه دوره هم می‌خوایم حل کنیم. فقط این که تک تک اینا رو می‌نویسم بعد دیگه حالا ساده شدهش باشه برای خودتون. خودتون بقیه‌اش رو ساده کنی. تک تک اینا رو می‌خوام بنویسم، شما هم تک تک اینا رو به من جواب بدین. تانژانت 5 پی دوم منهای آلفا. بچه‌ها نسبتش عوض میشه یا نه؟ آره دیگه، چون 5 پی دومه دیگه، پس میشه کوسینوس آلفا. مرسی. میخوایم بریم سر وقت ناحیهش، یه دایره کوچیک کنارش بکشم. 5 پی دوم کدوم نقطه است؟ آفرین، میشه نقطه C، اینم تا اینجا. و منهای آلفا میشه ناحیه اول، اینو دیگه میدونید. پس سی منهای آلفا ناحیه اول و ناحیه اول سینوس مثبته. بریم برای بعدی. کوسینوس سه پی و علاوه آلفا. بچه ها نسبتش عوض نمیشه. آفرین، نسبت عوض نمیشه، کوسینوس آلفا باقی میمونه. خب حالا یکی به من بگه توی نقاطی که داریم سه پی آه یا بیه؟ میشه نقطه بی. به علاوه آلفا میشه ناحیه چندم؟ مرسی، ناحیه سوم. و تو ناحیه سوم کوسینوس چون سمت چپه منفی میشه. خیلی عالی. بعدی کوتانژانت دو پی منهای آلفا. خب دو پی منهای آلفا رو میخوایم بررسی کنیم. اول اینکه من میدونم الان میگین نسبتش عوض میشه یا نه؟ عوض نمیشه، مرسی. پس میشه کوتانژانت آلفا. خب این تا اینجا. دو پی هم که دیگه من نگم، میشه نقطه آ، خودتون میدونین چون ضریب زوجه. خیلی ساده بود. آ منهای آلفا ناحیه چهارمه. مرسی. ناحیه چهارم کوتانژانت چون اینجوری منفی میشه، شیبش منفی میشه، خودشم منفی بوده. خیلی خوب، تا اینجا بریم مخرجش هم ساده کنیم. سینوس سه پی دوم به علاوه آلفا نسبتش عوض میشه یا نه؟ آفرین، عوض میشه، میشه کوسینوس آلفا. سه پی دوم کدوم نقطه بود کیارش؟ آفرین، اصلا ناحیهش رو دیگه درجا میگین دیگه. مرسی، اینم نقطه دیو و میشه ناحیه چهارم. واقعا مرسی. و سینوس تو ناحیه چهارم منفیه. اینو فقط بچه حواستون باشه که علامتش رو از رو نسبت اولی بنویسین. کاملا درسته. حالا اینم من دارم شمرده میگم، انتظار میره مثل همین یهویی درجا بگین چی میشه دیگه. بریم برای بعدی. اینو دیگه درجا بگین، کوسینوس 5 پی منهای آلفا. یکم فکر کنین جوابو بگین که چی میشه. آره نمیشه. خب نقطش هم که 5 پی آ، یه کوچولو دقت کن، 5 پی اصلا دوم نداره. 5 پی رو من کدومو دارم میگم؟ 5 پی رو داریم میگین دیگه، کوسینوس 5 پی منهای آلفا. آره نسبت عوض نمیشه، کاملا درسته. فقط ناحیهش رو بگین دیگه تمومه. نه سینوس که نمیشه کیارش. ناحیه اینجا 5 پی بوده، میشه این طرفی که گفتین چون نقطه بی میشه. نسبت عوض نمیشه، میشه کوسینوس آلفا. خب حالا از اینجا 5 پی منهای آلفا برمیگرده میشه ناحیه دوم. ناحیه دوم کوسینوس منفیه. آره. و مورد آخر توی این مثال گفته تانژانت
9 پی دوم نسبت عوض میشه یا نه؟ عوض میشه، مرسی. میشه کوتانژانت آلفا. خب 9 پی دوم اول رو دایره خوب دقت کنین، چون نسبت عوض میشه یا بالایی یا پایینی، بشمرین ببینین کدوم میشه. 1 3 5 7 9 میشه سی، مرسی. و به علاوه آلفا میشه ناحیه دوم. تو ناحیه دوم هم تانژانت منفیه. خیلی خوب، اینم از این. اینا رو یک ساعتی بعد بعد کلاس فکر میکنم ذهنتون از این ور از اون ور بشه، چشاتون بی هوا بپره، نمیدونم دستتون بی اختیار حرکت کنه، ولی اصلا مهم نیست. خیلی قسمت مهمی بود، یه کمی ذهنتون آروم میشه، تجزیه تحلیلش میکنه این مطالبی که گفتیم رو. و آره دیگه، و انشالله دیگه میشینه تو ذهنتون، هیچ مشکلی هم دیگه پیش نمیاد. خب تا اینجا سوالی نیست دوستان؟ خب من میخواستم امروز مثلثات رو تموم کنم ولی تموم نشد، ولی خواهش میکنم. ببین بچه ها، ما یک برنامه مؤسسه دو تا برنامه دو تا دو ساعت بود که بذاریم کل ریاضی رو جمعش کنیم، خب؟ ولی واقعیتش من میگم حداقل یه قسمت رو بگیم، ولی خوب بگیم که به هر حال استفاده کنیم، به درد دنیا آخرتون همش با هم بخوره. خب پیشنهاد دادم به مؤسسه، گفتم اولا به شما بگم، من میخوام به جای کلاس فردا یه جلسه 4 ساعته، البته خب با استراحت‌های بینش، واسه جمعه هفته آینده براتون بذارم. اگه با اون موافقین، هم توی اون 4 ساعت مثلثاتو میگیم، هم لگاریتمو میگیم و هم حد. باز دوباره استقبال باشه، ادامهش میدیم و قشنگ این سه تا فصل رو خوب میگیم. الان برنامه من اینه که به جای جلسه فردا یه 4 ساعته واسه جمعه هفته آینده بذاریم. آخه ببینید، زودتر اگه بچه‌ها بخوایم بذاریم، چون اینجا کلاس برگزار میشه، مجبوریم که با قلم نوری بگیریم دیگه تصویر تخت و اینا. فقط یک تصویریه که هیچ عکس العملی از من نمیبینید. من فکر می‌کنم اینجوری باشه بهتره. حالا اگه موافقین، چون به هر حال برای جمعه، چون باز عصر فکر می‌کنم 5 به بعد مؤسسه کلاس داره، ما سمت صبح بذاریم، یه 4 ساعت بذاریم که بینش هم یه استراحتی بهتون داده بشه و جمعه بتونیم مثلثات و لگاریتم رو تموم کنیم. دو تا مطلب خیلی مهم رو بهتون بگم. تا چه ساعتی آزمون دارین؟ آره مثلا 12 بذاریم تا 4 خوبه دیگه، کیارش زور سر زوره، ولی چاره ای نیست. خب 11 که تموم میشه آزمون گزینه 2، چجوری تا 2 دارین چیکار میکنین؟ خب تو هفته، مگه اینکه تو هفته براتون بذارم، روزش هم الان هستین توی کانال اطلاع‌رسانی، ولی احتمالاً حالا باید ببینیم آیا امکانش هست که من پای تخته بهتون درس بدم یا نه. اگه امکانش باشه به اون صورت، اگه نشود حالا باز دوباره یه کاریش میکنیم دیگه. نشود دیگه نهایتاً با قلم نوری میگیریم براتون. از 10 تا 2 شما امتحان دارین. خب شاید عصر همین تایم گذاشتیم، همین تایم خوبه اگه بذاریم، ولی خب اگه پای تخته نشود با قلم نوری بگیریم، 5 بذاریم مثلا تا افطار، مثلا تا 7 و نیم یا قبلترش. خب چی شد بین علما الان اختلاف؟ خب بچه ها بذارین، نه فردا، نه فردا رو میخوایم نذاریم، بذاریم برای، البته فردا رو بذاریم ببینیم تو برنامه‌مون میشه گذاشت. آره بچه، برنامه فردا رو به هم نمیریزیم، برنامه فردا رو ساعت 5:30 فردا تا 7 برای ما، نه 5 تا 7 گفتن به بچه ها، چون من فردا با من دارن دیگه. آره بچه ها، فردا همون برنامه مونه، فقط ساعت 5:30 شروع میشه. خب نه دیگه، فردا ما 5 تا 7 داشتیم. بچه ها ما فردا 5 تا 7 مگه نداشتیم؟ حسن آقا رو صدا میزنی؟ درسته دیگه. بچه ما 5 تا 7 فردا کلاس داشتیم، بازم میگم اطلاع رسانی کنن، 5:30 تا 7 بیاین، باز دوباره برای جلسه بعدش باهاتون هماهنگ میکنم. حتما میخوام یه جلسه دیگه بذارم، امروز خیلی
با هم بودین اومدین جلو و اصلا دلم میخواد مبحث بعدی هم حتما با هم دیگه کار کنیم، بیشتر از اون تایمی که مؤسسه قرار شد براتون بذاره. پس فردا ساعت 5:30 باز میام و ادامه مثلثات رو با هم دیگه کار میکنیم. مرسی از همگی، خسته نباشین، یه استراحت خوب بکنید تا فردا. فردا حسابی میخوایم قسمت آخر مثلثات رو بتر کنیم و بریم سر وقت لوگاریت. مرسی از همگی، خسته نباشین، خدا قوت، عصرتون بخیر، خدا نگهدارتون.